أول مسألة هاي چهارگانه يكم سبب ابتداء كردن مؤلف كتاب را به بسم الله این است که به کتاب الله و پیامبران علیه السلام اقتدا کردن و پیروی از عالمان سلف که عادتا کتابهایشان را به بسم الله ابتدا میکردن و از باب تبرک به نام الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. یکم بدان الله تو را رحمت کند. دوم بر ما تعلیم گرفتن چهار مسئله واجب است. یکم علم و آن شناختن الله و پیامبر او و دین اسلام به دلیلهایش می باشد. دوم به آن عمل کردن. همان گونه که در مقدمه اشاره نمودیم از عادت مؤلف رحم الله در تعلیف کتابهایش این است که در آن برای طالبین دعا می نمود و از الله تعالی برای آنها طلب رحمت می کرده است و این دلالت بر این می کند که یکم رحمت عالمان اهل سنت و جماعت به طلبگانشان. دوم دین اسلام اصلا بر رحمت بنا یافته است. علم شناختن حق همراه با دلیل است و ضد آن جهل است. سوم در برابر علاقه علم به عمل گفته شده است علم با عمل می پیوندد، پس اگر به علم عمل شود باقی می ماند و به جز این صورت علم از بین می رود. پس هیچ فایده در علمی که همراه با عمل نباشد نیست. پس هر کس علمی را از خود نمود بر او واجب است که به آن عمل نماید و در غیر این صورت شباهت به یهود دارد که علم داشتند و عمل نداشتند. او را می شناختند همان گونه که فرزندانشان را می شناختند و اولین شخصی که در آتش جهنم داخل می شود از سه گروه عالمی است که علم را به دیگران آموخته و به آن عمل نکرده است می باشد. عالمی که در علمی که داشته عمل نکرده است پیش از پرستشگران بت‌ها عذاب داده می شود. سوم به سوی آن دعوت کردن. برای دعوت شرط‌ها و قاعده هاست. واجب است که بر آن قائم شود و از مهمترین آنها یکم دعوتش خالصانه برای الله تعالی باشد، دوم دعوت برای اساسی علم شرعی باشد، سوم دعوت همراه با حکمت و صبر باشد، چهارم احوال دعوت شدگان به پرگی رعایه گردد. دلیل این شرط ها فرموده الله تعالی است که در قرآن کریم می فرماید: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ای پیامبر بگو این راه من است، من به بصیرت کامل به سوی الله دعوت میکنم و کسانی که از من پیروی کردن نیز چنین میکنند و الله پاک و منزه است و من از مشرکان نیستم. سوره یوسف آیه 108. قل هذه سبیلی اشاره به شریعت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن آمده است و سبیل همان راه می باشد. ادعو الی الله دعوت کننده به سوی الله در واقع همان مخلص است که می خواهد مردم را به سوی الله بپیوندد. علی بصیره بصیرت همان علم است و اینجا علم امور زیرین را شامل می شود. یکم علم شریعت، دوم شناختن حال شخصی که دعوت می شود، سوم دانستن راهی که به مقصد برساند. مؤلف رحم الله می گوید انگامی که علم را آموختی و به آن عمل نمودی بر تو واجب است در راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و سلف صالح رفتند قدم بگذاری. از این جهت الله تعالی می فرماید بگو این راهی من است، من با بصیرت کامل به سوی الله دعوت میکنم و کسانی که از من پیروی کردن نیز چنین میکنند. پس بنابر این دعوت نمودن ضروری و لازم است. علی بصیرت، بصیرت همان علم است و اینجا علم امور زیرین را شامل میشود. یکم علم شریعت، دویم شناخت حال شخصی که دعوت میشود، سوم دانستن راهی که به مقصد برساند، چهارم صبر کردن به آزاری که در این راه پیش می آید و دلیل فرموده الله تعالی است که می فرماید بر عصر سوگند. البته انسان ها در زیانند مگر کسانی که ایمان آورده و عملهای صالح انجام دادند و یکدیگر را به ادای حق وصیت کردند و یکدیگر را به صبر وصیت نمودند.
سوره عصر. مؤلف رحمه الله میگوید هنگامی که علم را آموختی و به آن عمل نمودی بر تو واجب است بر راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و سلف صالح رفتن قدم بگذاری و از این جهت الله تعالی میفرماید بگو این راه من است، من به بصیرت کامل به سوی الله دعوت میکنم و کسانی که از من پیروی کردند نیز چنین میکنند. پس بنابر این دعوت نمودن ضروری و لازم است. مؤلف رحم الله بعد از ذکر دعوت صبر را بیان کرده است و به این صورت به خواننده کتاب میگوید البته کسی که این راه را میپیماید برای او آزار و سختی ها پیش میآید، همچنان که انبیا و رسولان علیهم السلام را پیش آمده بود. پس صبر کردن ضروری است. معنای صبر، صبر در لغت به معنای حبس کردن است، در شریعت به معنای نگه داشتن نفس و انجام بعضی امرها و به ترک بعضی امرها. امام ابن قیم رحمه الله صبر را بر سه قسم تقسیم نمودند: یکم در طاعت الله صبر کردن، دوم در دور شدن از معصیت الله صبر کردن، سوم در تقدیرهای دردناک الله صبر کردن. مؤلف رحم الله بعد ذکر چهار مسئله دلیلهای آن را از قرآن آورده و از آن دلیل سوره عصر را آوردند. چرا مؤلف دائم مسئله ها را با همراهی دلیل ذکر میکند؟ یکم تا اینکه طالبین را برای پیروی تربیه نماید نه بر تقلید. دوم تا اینکه در نزد طالبین حجت باشد که بتواند بر مخالف رد نماید. سوم تا اینکه طالبین قدرت بر برداشت احکام از دلیلهایش برای اساسهای سالم باشد. امام شافعی رحم الله میگوید اگر الله بر خلق از حجت بجز این سوره نازل نمیکرد هر آینه برایشان بسنده بود. و امام بخاری رحم الله میگوید باب علم پیش از گفتار و کردار است، به دلیل اینکه فرموده الله تعالی است پس بدان که معبودی بر حق جز الله یگانه نیست و برای گناه خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. پس الله پیش از قول و عمل به ذکر علم ابتدا کرد. مقصد مؤلف رحم الله این است که این سوره و تنهاییش در مقام حجت برای خلق قرار میگیرد تا اینکه علم آموزند و بر آن عمل نمایند و دعوت نمایند و در راه دعوت صبر نمایند. امیر مؤمنین در حدیث در کتابش صحیح بخاری بابی به نام باب علم قبل از قول و عمل است و در آن دلیلش را ذکر نموده است. پس ضروری است که پیش از گفتار و کردار اول علم باشد. پس به علم عمل نمودن درست نیست وگرنه در آن شباهت به نصارا می شود.